ترین سلام های ما را پذیرا باشید. ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت اول ماه مه به طبقه کارگر در سر تا سر جهان، در آستانه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هستیم. طبقه کارگر در سر تا سر جهان خود را برای برگزاری هرچه باشکوه تر این روز و رژه اول ماه مه آماده می کنه. طبقه کارگر فارغ از هر رنگ و زبانی با تجمعات، راهپیمایی و سخنرانی ها به استقبال این روز میره و کیفرخواست خود رو رو به کاپیتالیسم و دولت های بورژوازی اعلام میکنه. حزب حکمتیست خط رسمی نیست در تدارک برگزاری ویژه این روز و با دعوت از نمایندگانی از احزاب و تشکلات کارگری چندین کشور از اروپا، آسیا و آفریقا به پیشواز این روز میره. برای جزئیات بیشتر در خصوص چند و چون این مراسم از رفیق امان کفا از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی دعوت کرده ایم تا در خصوص به سوالاتی در این خصوص پاسخ دهد. رفیق امان کفا، به برنامه امروز ما خوش آمدید. منم خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان رادیو سلام دارم. شما یکی از تدارک دهندگان و همچنین یکی از سخنرانان مراسم اول ماه مه امسال هستید. لطفاً برای ما و بینندگان رادیو نینا بگید که این مراسم به چه شکلی برگزار میشه و سخنرانان این مراسم چه کسانی و از کدوم کشورها در آن شرکت میکنن. جزئیات این مراسم رو لطفاً برای ما بیان کن. بفهم. بله، من فکر میکنم قبل از هر چیز میخواستم یه تبریک بگم بابت اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر. یه روز جشنه، به طور واقعی یه روز جشنه، یه روز مبارزه علیه این یا اون دولت، جمهوری اسلامی، هر کی دیگه باشه نیست. روز اعلام همبستگی طبقه کارگر در سطح جهانی به عنوان یه طبقه جهانی در مقابل کل بورژوازی و در مقابل این سیستم کارمزدی، و این روز گرامی داشتش و جشنش در بهترین حالت اینه که بتونیم با هر چقدر بخش وسیع‌تری از طبقه کارگر تو جاهای متفاوت و نمایندگان و فعالین کارگری بتونیم با هم دیگه جشن بگیریم. به همین اعتبار ما تصمیم گرفتیم که امسال یه برنامه‌ای داشته باشیم. شرکت کنندگان از اون چند کشورهای متفاوت می‌اومدن، امکان جمع شدن حضوری هممون نبود و به همین خاطر برنامه رو روی زوم برگزار می‌کنیم. درست در روز 10 اردیبهشت، شب قبل از اول ماه مه. و هدفمون از این برنامه این بودش که هر چقدر بیشتر به تعداد بیشتری شرکت کنن. مقتضیات و امکانات به هر صورت یه موانعی برای یه سری از رفقای کارگر ما در بر داشتن و به همین خاطر با یه جمع معینی شروع کردیم برنامه رو اجرا بکنیم. توی این برنامه از سخنرانای متفاوتی میان. رفیقمون ابو وطن هستش که رئیس اتحادیه سراسری کارگران عراقه. رفیقمون مهدی رسول هستش که یکی از تشکیل دهندگان اتحادیه کارگران ساختمانی کردستان عراق هستش. رفیق دیگه‌مون جوزف دوبه هستش که رئیس اتحادیه باراندازان دربن توی افریقای جنوبی هستش. دانیل رندل هستش که یکی از نمایندگان منتخب خط بیکرلو قطار زیرزمینی لندن هستش که شرکت میکنه توش. راجر سیلورمن هست که راجر سیلورمن خودش یکی از فعالان شناخته شده جنبش کارگری هستش، از شبکه بین‌المللی کارگران شرکت میکنه، از انگلستان میاد. رفیق دیگه‌مون الیور دلبیک هستش که یکی از اعضای هیئت تحریریه نشریه مبارزه اجتماعی هستش و یکی از اعضای شناخته شده اتحادیه سژته فرانسه. رفیقمون سینا هستش از افغانستان که یکی از فعالان کارگری شناخته شده در اونجا هستش. در این حال رفقا چتورا و سرانپالا هستن که از لانکا و سریلانکا شرکت میکنن. این رفقایی هستن که تا به حال گفتن میتونن شرکت بکنن و 100% کردن شرکتشون. ممکنه یه سری دیگه از رفقای دیگه هم که دعوت شده بودن بتونن بیان تو برنامه، ولی این رفقا تا حالا اعلام کردن که میتونن شرکت کنن. همونجوری که گفتم در اینجا هدف یه چیز بود و هدف این بودش که هر چقدر بتونیم وسیع‌تر با هم دیگه جشن بگیریم.
امکانی که در حال حاضر هست و اونی که میشه از جاهای متفاوت توی یه جا جمع شد و فراهم کردیم و برنامه رو همین این یک شنبه ای که میاد اجرا میشه بعد از ظهر یک شنبه وقت لندن. این کسانی که اینجا دارن میان به طور واقعی نمایندگان بخشی از این گرده جهانی هستن، گرده جهانی که تو همه کشورها اگر که امکانش باشه، اگر که شرایطی فراهم بشه که بتونن بخش وسیعشون توی مراسم‌های متفاوت اعلام و ابراز همبستگی و اعلام همدردی کل طبقه کارگر جهانی رو بکنن، اون بهترین حالت میتونه باشه. ولی در حال حاضر با در نظر گرفتن اوضاعی که هست، ما فکر کردیم که این بهترین شکلی هستش که میشه این برنامه رو برگزار کرد. اجازه بدین یه نکته دیگه هم بگم و اونم اینی که بسیاری از کارگران از جاهای متفاوت میتونستن تو این برنامه شرکت بکنن و جاشون تو این برنامه خالیه. مشخصا فرض کنید از نمایندگان جنبش کارگری در ایران، نمایندگان جنبش کارگری از کشورهای متعددی در خاورمیانه، آمریکا، کانادا، آمریکا لاتین و بسیاری جاهای دیگه، ولی همه میدونیم که هر کدوم از اینا با چه مشکلاتی مواجه هستن و این امکان رو عملا دولت‌های بورژوازی گرفتن که بتونه طبقه کارگر در یه جایی به صورت علنی بدون فارغ از تمام مشکلات متعددی که هر کدومشون کشورهای خودشون میتونن داشته باشن، بتونن دور هم جمع بشن و بتونن این روز جشن بگیرن. و این در حقیقت اون جشنه و روز اعلام همین این همدردی و همبستگی و اعلام کیفرخواست سراسری این طبقه است و این برنامه یه نمونه ای از اون برنامه ها هستش. من مطمئن هستم که هر کدوم از این کشورها در بخش های متفاوتش، در کوچه پس کوچه ها تا محیط های کار متفاوت، در کشورهای متفاوت کارگران جمع میشن. متاسفانه در یه سری از کشورها این روز روز تعطیل، در یه سری کشورها هنوز روز تعطیل نیست، هنوز در یه سری جاها کارگران مجبورن برن سر کار و نمیتونن این روز جشن بگیرن. ولی هر جایی که میتونن، مطمئن هستم که این یه داده و فرضیه کل سرمایه‌داری هستش و کلی فرضیه کل طبقه کارگر هم همین اعتبار هستش که نگهداری از این روز و جشن گرفتن در این روز یه بخشی از خواسته عمومی هستش که شاید بشه گفت بزرگترین جشنی است که این طبقه با در همبستگی با هم دیگه میگیره و گرامی داشتن این روز یکی از مهمترین مسائلی هستش که ما در مقابلمون داریم. رفیق امان، من دو سال برام پیش اومد در خصوص این برنامه. اول سوال اول این که آیا زبان رسمی برنامه این مراسم فارسی هستش یا انگلیسی و سخنرانان به چه زبانی صحبت میکنند؟ آیا امکان ترجمه اون به زبان فارسی یا به زبان اصلی مراسم وجود داره یا نه؟ و سوال دوم این که آیا امکان نداره این مراسم به صورت زنده از طریق فیسبوک یا کلاب هاوس و یا دیگر شبکه‌های اجتماعی پخش بشه؟ این امکان هستش یا فقط از طریق زوم باید در اون شرکت کرد؟ شرکت توی جلسه از طریق زومه به طور واقعی و اونم به خاطر میگم مسئولیتی است که همه و به خصوص اون کسانی که دارن سخنرانی میکنن دارن. اینی که بشه امکانات دیگری فراهم براش کرد، ما در صددش هستیم. زبان واقعی، زبانی که توی جلسه صحبت میشه، زبانش انگلیسیه، ولی از اونجایی که همه سخنرانان به زبان انگلیسی نمیتونن صحبت کنن و ترجیح میدن به زبان خودشون صحبت کنن، به همین خاطر همه اون صحبتایی که غیر زبان انگلیسی هست به صورت متن نوشته و ترجمه شده در همون اونجا پخش میشه. طبیعتا ما یکی از اهدافمون اینه که بتونیم از روی این گزارش تهیه کنیم متن فارسی هر چقدر بیشترش رو بتونیم تهیه کنیم و اون جداگانه منتشر کنیم، ولی خود زبان جلسه به زبان انگلیسی هستش. کسانی که به این زبان صحبت نمیکنن ترجمه‌شو ما روی تخت می‌ذاریم که همه بتونن ببینن و بدونن که هر کسی چی میگه. هدف اصلیمون هم این بودش که بذار هر جشن دیگه ای اگه که نتونیم زبون همدیگه رو بفهمیم خیلی مشکل میشه که هر کسی بدونه نقطه نظرات اون یکی چی بوده. بخاطر همین زبان آسونترش که جهانی تر و بین‌المللی تر بشه زبان انگلیسی بود. ما هدفمون این بودش که در مرحله اول زبان انگلیسیش به صورت متن حاضر برای همه امکان پذیر باشه که بتونن ببینن و متوجه بشن که هر کسی داره چی میگه. بسیار عالی، مرسی از شما رفیق. من سوال خاصی ندارم، شما اگه نکته خاصی دارید در این خصوص بفرمایید. نه، من فقط خواستم بگم که این برنامه جدا از برنامه های دیگه است. طبیعتا
برنامه‌های متعددی در جریان هستن. خود روز اول ماهم ما نذاشتیم، گذاشتیم شب قبلش، به همین دلیل چون که بسیاری از همین رفقا و بسیاری از رفقای دیگه دستن در کار، همه در خود روز اول ماهم مشغول اکسیون ها و برنامه ها و جشن های دیگری هستن و به خاطر همین اینو ما روز قبلش برگزار کردیم. بازم بزنیم پیشا پیش تبریک بگم بابت این روز. دنیای متفاوتی امروز، دنیای دیگری هست نسبت به اون چیزی که چندین سال پیش بود و توی اینجا ما داریم اعتراضات عمومی رو میبینیم و امیدواریم که توی این اعتراضات نقطه مشترک همشون که موضوع کار مزدی باشه رو بتونیم بیشتر و بیشتر جشن بگیریم. مرسی از شما. امان کفا از رهبری حزب حکمتیز خط رسمی. روز خوبی داشته باشید. مرسی.